مولانا. د وطن ترانه د حیدر زلمی یو شعر. شوکت نشان وطنه، شوکت نشان وطنه، عید افغان وطنه، افغانستان وطنه، دیر پومونگران وطنه. تاپ و همت او شهامت سر دنیا لرزول، تا غلیمان د دغیم زکی گورستان تلیگل. اوست نارام زخمی پروتی پر میدان وطنه، اید افغان وطنه، افغانستان وطنه. دا زلزله او توفانونه چه پرتا راغلی، داد بیرحم و گزارونه چه پرتا راغلی. اوست را پورت دخپل غچ پا اخیستوشه پا عرفان وطنه، اید افغان وطنه، دیر پا مونگران وطنه. شوکت نشان وطنه، اید افغان وطنه، افغانستان وطنه. دوستای عزیز، امیدوار هستم که شعر مقبول از آقای محمد حیدر زلمی خوشتان آمده باشه. دوستای عزیز، مهمان گرامی امروز در پروگرام خود داریم آقای عبدالسلام فرزام. پیش ازی که با ایشان سر صحبت آغاز بکنیم، ما از همکار تکنیکی خود خواهش میکنم که اگر عکس گلغتای جان قیومی روی صفحه تلویزیون بگذارن. دوستای عزیز، شاعر نازنین ما گلغتای جان قیومی از کانادا بر ما اشعار بسیار مقبولی را فرستاده بودن، از ایشان یک جهان تشکر میکنیم. همکار تکنیکی ما عکس نمبر یک اگر بانین، امو عکس گلغتای جانه، نه خیر نه، گلغتای جان قیومی شاعر نازنین ما از کانادا شعرهای مقبول، عکسهای بسیار مقبول. این شماره دو است دوست نازنین، سی سلاید شوی شماره دو است. لطفا پیش از او یک عکس بر صورت. دوستای عزیز، همکار تکنیکی ما پروگرام ما سلسله مشکلات تکنیکی داریم. دوست عزیز، پیش از سلاید شو همکار تکنیکی نازنین ما عکس گلغتای جان قیومی بود، یک عکس خانم، یک شاعر عزیز ما. اگر امور داشته باشین لطف بکنین روی صفحه تلویزیون بگذارین. بر حساب خانم گلغتای جان قیومی از کانادا اشعار بسیار مقبول و زیبایی را خدمت پروگرام در ادبغوطه فرستاده بودند که من از ایشان یک جان تشکر میکنم. حتما مشکلات تکنیکی در باز کردن از این عکس وجود داشته، به هر حسابش من از شما بیننده عزیز خود معذرت میخواهم. و همچنان دوست عزیز، اگر آل شما سلاید شوی را که تیار کرده بودین، دوم سلاید شوی ادیبه صابر هیروی را روی صفحه بگذارین. همکار تکنیکی ما علی جان، اگر هور روی صفحه بگذارین، اینا هم بسیار کتابای بسیار زیاد مقبول و کتابای جدیدی را که از آقای صابر هیروی تازه به چاپ رسیده، اینا را خدمت پروگرام در ادب قطعه فرستادن که به نام باغنامه هرات و حوزنامه هرات، دو کتاب بسیار زیاد مقبول و جالب نوی که از آقای مرحوم محمد محسن صابر هیروی به چاپ رسیده، اینا را به برنامه خودشان پروگرام در ادب قطعه فرستادن. ما از اینا یک جان تشکر میکنم و امیدوار هستم که همیشه ادیبه جان با ما همکاری نمایند، ازشان یک جان تشکر میکنم. خب دوستای عزیز، گفتنی های ما همه قدر بود. ما آقای عبدالسلام فرزام، شاعر بسیار زیاد نازنین و شاعر بسیار زیاد چیره دست و قلم به دست افغانستان با خود داریم که ما به اینا خوش آمدید میگم. آقای فرزام، خوش آمدید به پروگرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاشق پناه، ما سلام های گرم و صمیمانه خود در قدم اول به شما و از طریق شما و از طریق پروگرام مقبول شما به تمام کارمندان تلویزیون نور و به خصوص محترم حاجی صاحب نور و محترمه بی بی حاجی و همچنان به کافه هموطنان عزیز
که در خارج داخل کشور قرار دارن به عرض میرسونم. تشکر، خوش آمدین به پروگرام خود، صفا آوردین، ما را افتخار بخشیدین، دعوت ما را قبول کردین. امیدوار هستم که بیننده های عزیز هم این پروگرام با محبت و صمیمیت ببینن و از شعرهای مقبول شما حظ ببرن. تشکر بسیار زیاد محترم فنا صاحب، ما هم بسیار زیاد خوش هستم که در پروگرام شما اشتراک کردم و ما بسیار زیاد افتخار میکنم که وقت گرانبهای خود سر ما مصرف کردین. خواهش میکنم و ما کوشش میکنم که اشعاری که مطابق روی پروگرام باشه خدمت دوستا تقدیم کنم. اشعار شما کلش مقبول است دوستای عزیز، اشعار آقای عبدالسلام فرزامه که شما امروز خط شنیدین تمامش مسیجای بسیار خوب، پیامهای بسیار زیاد خوب و مقبول داری وجود داره که ما افتخار میکنم که ما در جامعه خودم تو شعرهای بسیار زیاد قلم به دست و رسالتمند در جامعه ما داریم. خوب زیاد چون وقت پروگرام ما شما میفهمین که یک ساعت است و یک ساعت هم تو تیر میشه که همیشه معمولا پروگرام های ما ناتمام باقی میمونه، اگر شما لطف بکنین خود به بیننده های عزیز یک ذره زیادتر معرفی کنین که در کجا تولد شده این محل تولد. بسیار خوب محترم فناس، پیش از اینکه ما خود معرفی کنم با استفاده از وقت، چون روز مادر نزدیک است بخیر، و ما روز مادر را به تمام مادران عزیز که در خارج و داخل کشور قرار دارن مبارکباد میگم و از خدای پاک صحت و سلامتیشان را آرزو میکنم. بسیار. نام من عبدالسلام است، متخلص به فرزام و در شهر فریموند در کالیفرنیای شمالی حیات به سر میبرم. بسیار خوب، بسیار خوب. در کجا تولد شده این؟ در افغانستان. برای دوستای عزیز ما قصه بکنین در کدام سال تولد شده این؟ اگر سنتان نمیگین خیر است پروانه داره، مگر در کجا تولد شده این؟ ما در اولسوالی خلم مربوط ولایت سمنگان که سابق مربوط ولایت سمنگان بود و فعلا مربوط مزار شریف و بلخ است، در اونجا تولد شدیم و تحصیلات ابتدایی خود در خود اولسوالی ختم کردیم. بسیار خوب. در سال 1355 هجری شمسی از لیسه ذکور خلم فارغ شدیم. بسیار خوب. و بعد از سپری نمودن امتحان کنکور در سال 1356 هجری شمسی شامل پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل شدیم. بسیار خوب. و در سال 59 از پانتون فارغ شدیم. بسیار خوب، بسیار خوب. رشته حقوق و علوم سیاسی را شما که خواندین در رشته قضایی فارغ شدین یا رشته دیپلماسی؟ اینطور بود صاحب که بعد از سال دوم به دو بخش تقسیم شد، یکی رشته عامه و دیگر رشته قضایی. ما از رشته عامه یعنی از رشته سیاسی و دیپلماسی فارغ شدم. اداری و دیپلماسی و سیاسی. بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی ما شما تقریبا هم رشته هم هستیم. ما از رشته قضایی پانزده حقوق و علوم سیاسی ما خودم فارغ نشدیم، منتها صرف چهار نظر به مشکلات سیاسی که در جامعه ما داشتیم همگی ما شما میفهمیم و با پاکستان مهاجرت کردیم. به هر صورت زیاد میخواییم سر شما صحبت کنیم. من آقای فرزام خواستم که این پروگرام ما یک ذره رنگین تر شود. دوستای عزیز، ما همیشه خودم کل افغانستان یعنی سفر نکردیم، ندیدیم. بسیار آرزو دارم که نقاط مختلف افغانستان آدم اگر خودش ندیدیم، دوج سفر نکردیم، نرفتیم، اترام امی عکس هم دیدار هم امی عکس که آدم میبینن نیمی دیدار است. گفتم که اگر اتو شوه که دمی جایی که شما تولد شده این و بزرگ شده این و عکس هایی را شما لطف کردین بر ما آوردین، گفتم اگر این روی صفحه تلویزیون آستاستا پرتیم که بیننده های عزیزم ببینه که خلم و جایی که شما سمنگان که حالا فعلا مربوط ولایت مزار شریف گفتین است. بله مربوط. بله اصول ما فعلا مربوط ولایت بلخ است. بله ولایت بلخ است. مربوط ولایت بلخ است. امو زیبایی از این منطقه را ما ببینیم لطف بکنید، همین سکس را که شما روی صفحه میبینید راضی به یک صحبت کنیم. میکنم با این صحبت های شما و این وقت بسیار بسیار غنیمت و گرامی میدانیم. همه حالی که بر روی صفحه تلویزیون شما مشاهده میکنین یک تعمیر بسیار تاریخی به نام باغ جهان نما. بسیار خوب. که در چند قدمی خود شهر داخل شهر قرار داره و این تعمیر ای اصلا به شکل یک باغ است، یک باغ بسیار زیبا، میوه های بسیار بسیار لذیذ در وجود، درخت های بسیار خوبی میوه و همچنان اینمی خود امی خود تعمیر و در مجموع امی باغ در وقت امیر عبدالرحمن خان آباد شده. بله. و در اینجا مردم در فصل بهار
به خاطر تفریح و سیاحت میرند داخل و یک حوضی بسیار مقبول داره به خاطر بازی به خاطر و دیگه بعضی مثلا دوستای ما در اونجا رفتن دمی وقتی که شما بر ما گفتین ما اونجا دوستارا گفتم لطف کردن رفتن داخل از باغ از اونجا عکاسی کردن و یعنی امیال به می شکل وجود داره و شما به شکل لایف میبینید بله همکار تخنیکی علی جان عکس دوم این کجاست این قسمت اما حوض است حوض باغ جانماس و در پشت سر که میبینین باغ است اگر چه عالی او مثلا کیفیت سابقش نمانده به خاطر از اینکه بسیار خرابی ها صورت گرفته و ما باز قصه خواد کردم در بعضی بخش های دیگه مثلا خلمان بسیار زیاد خرابی ها شده در ما اما طوری که در تمام مثلا نقاط وطن عزیز ولی بازم چقدر مقبول و باوجود با مانده برست بازم با حالت اولی خود تقریبا مانده و یه اما حوزی است که شما مشاهده میکنین مردم میان در طرفش میشینن و بازی میکنن بله علی جان عکس دیگر اگر پرتین ای فکر میکنم مربوط کدام عکس دیگه بوده ولی اینجا یک چیزای نشته شده بله قسمت یه از این در ولایت سمنگان که مرکز شایبک است در اونجا یک قسمت است به نام یک ناحیه است به نام تخت رستم بله تخت رستم و اونجا به فارسی هم نوشته است و یک طرفش به انگلیسی یک طرفش به فارسی لوا بنده است شما مشاهده میکنین و ای هم یکی از جمله آثار تاریخی خود ولایت بله. سمنگان است او عکس تخت رستم هم ایجا وجود داره شاید به نوبت بله به نوبت امکان داره بیایه بله پل بله. یک پل میایه بله سر انگلیسیش است شما گفتیم بله بخش انگلیسیش است و ای دوباره باغ جانماز که پیشتر سرش تفسیر کردیم صحبت کردیم عکس جدید ای عکس بله. شما اگر اشتراف کنیم بله یکی از دوستاست که اینا را اینا لطف کردن و مکسوار برای ما روان کردن و در زمین خودشان هم در باغ تشریف دارن فعلا در سر چوکی ششتن ناصر جان نام و ای سای و اینا هم از دوست هستن بچه های خاله مثلا بچه های همه بله. اونا کسایی هستن که همی چرا تلویزیون اینو را اونا مشاهده میکنن پروگرام ها را میبینن همیشه توصیف میکنن و ما ارتباط داریم و در اینجا هم این بچه همیم هست از طرف راست که او لنگی بسر داره و دیگه برادرش هست و دیگه ناصر جان بچه همیم هست اینا دوست هستن که فعلا در خود گسوالیستان تحصیل میکنن با کارو غریبی مشغول هستن بسیار خوب عکس دیگر اگر لطف کنین اینی عکس ها بسیار جالب است که کاغذ پران با بله، کاغذ پران های هستک بله دوست هستن سیب اونا به مو میله به خاطر مو گذشتاندن یک روز رفتن در روز رخصتی به باغ جانما بله و در زیر درخت ها اونا گودی پران به دستشان است و این بله. نفر اول معلم سیب نبی خان است و غلام نبی نقشبندی و این عکس و اینمی تخت رستم است سیل بسیار خوب تخت رستم اینمی است سر یک تپه اونا به مو شکل شما میبینین یک قدامت بسیار تاریخی داره و این فعلا در شهر ایبک قرار داره این تخت و مردم از تمام نقاط افغانستان به خاطر دیدن از این حتی سیاحین ما به یاد می سیاحین از خارج کشور وقتی که میان داخل افغانستان میشن علاوه از اینکه دیگه در دیگه نقاط مثلا بامیان جا میرن میان به سمنگان به دیدن تخت رستم و به ولسوالی ما و تاشقرغان به خاطر دیدن همین باغ جانما و تحت تیم و شهر های بانو یاره میان مشاهده میکنن عکاسی میکنن بسیار خوب و با خود خاطره میبرن بله عکس دیگر لطف بکنین یا مربوط تخت رستم است بله بله دوستایتان حتما بله ما شما یک جان تشکر میکنم که یک ساعت چقدر خوب در وقت بسیار از گرفتن یک ساعت و امیر روان کردن از اینا یک دو هفته زیاد نمیشه بله و اینا کی هستن اینا من چی بچی عمیم است و بچی مامای است و مابین در مابین کشیشتر نبی جان است اونا وظیفه مقدس استادی را دارن در خود لیسه خلم فعلا استاد هستن بسیار خوب و ای اکس و ای هم مربوط ولایت سمنگان شهر ایبک است اما رای است که به تخت رستم و به شهر وصل میکنه بسیار الله پل است و ای هم و ای بچه همیم است نبی جان نقشبندی در میمانخانه به اصطلاح خود ما در اونجا ما از پیشان خواهش کردیم یک تا عکس گرفتن دوام کردن بسیار خوب دوستای عزیز شما دیدین که ابتکار خو گفتن نمیتونیمش یک خواستیم یک نوآوری در پروگرام خود بکنیم که همین شاعر عزیز ما که امروز در پروگرام میمان خانه های شما هستند شما ببینین که در کدام منطقه افغانستان اینا کلان شده و شما دیدین که باور بکنین که ممیال امو اکسارا که ما میدیدیم فکر میکردم که ما در ولایت بلخ و در خلم و در سمنگان سابقی که شما این قسمت ها با سمنگان ارتباط داشت در مو تخت رستم و در مجا فکر میکردم که اونجا هستم با می دوستای عزیز ما و ما حتما دوستا ما را امیال هم از طریق سدلایت یا اینترنت مشاهده میکنن دوستایی که عکس ها را بر ما روان کرده بودن از تمامشان یک جان تشکر میکنم و اگر آل ما را لایف نمیبینن دی وی دی خدمتشان تقدیم میشه ما به از ایشان یک جان تشکر میکنم احترامات ما و جمله کارکنان تلویزیون نور ای برادرای عزیز ما در افغانستان قبول بکنن که اینا زحمت کشیدن و عکس های بسیار مقبول خدمت پروگرام ما شما روان کردن شما بسیار زیاد تشکر کنم
آقای سلام فرزام، اگر شما درباره ماموریت های رسمی تان در افغانستان یک چیز صحبت بکنین که آیا در افغانستان هم ماموریت های رسمی داشتین یا نداشتین؟ محترم فناسب، ما وقتی که از پانزده حقوق فارغ شدیم در سال 1359، بله، ما را به عسکری سوق کردن. بله. ما دمی آخر چی بود؟ دمی سال 58 و 59 را قصیش است. با ما علاوه از اینکه از خود پوانتون دیپلم ندادن، دیپلم ما نگرفتیم. بله. برای ما وظیفه هم ندادن و ما خود ماموریت رسمی نکردیم. راست میگید. ما را به عسکری راستان سوق دادن و بعد از اینکه باز ما با دمجریان خدمت مقدس عسکری بعد ما مهاجر شدیم و بعد از اینکه ترخیص گرفتیم مهاجر شدیم و ما در افغانستان ماموریت رسمی نکردیم. بسیار خوب. یک سوال فامیلی از شما بکنم، چند برادر و چند خواهر دارین؟ مهربانی لطف شماست محترم. ما یک بچه بودیم به اصطلاح از مادر. بسیار خوب. و خواهر و برادر نداشتیم، تنها فقط یگانه. خیلی خوب، نازنانام بودین سر دقت من. همونطور است که اون زحمت سر شما کشیدن پانزده و قول میشه سیره خواندین، یک شخص روشن و یک شخص قابل احترام می جامعه هستین. ما با شما به وجود شما افتخار میکنم. ازدواج کردین یا نیست؟ بله، ما متعهل هستم، سه اولاد دارم، شکرانم جمشید جان، جمشید فرزام و دو تا دختره که خور دارم به مکتب هستن. اینجا نیلوفر جان 13 ساله است و جولیا جان 9 ساله است. بسیار خوب. و خانم فرخنده جان، اونا یک شخصی تحصیل کرده هستن، مرا زیاد همکاری میکنن در این پروگرام های هنری و زیاد همراه ما همکار هستن. بسیار خوب. چی وقت از افغانستان مهاجرت کردین آقای فرزان؟ ما در سال 90، در سال 1990، در سال 90، 1990 بله، 1990 میلادی از افغانستان بنا به بعضی دلایلی که بود مهاجر شدیم. بسیار خوب. بله. حالا اگر از شعر و شاعری شما پرسان کنیم که چی وقت به شعر و شاعری آغاز کردین؟ لطف شماست فناسب. ما در دوران مکتب پیش از اینکه به پانتون بیایم، وقتی که به لیسه بودم صنف 10 و 11، ما به گفتن شعر شروع کردم. بسیار. و در اینجا قابل یادآوری است که بچه کاکای محترم زارجان پویان، اونا پویان تخلص میکنن، امیال استاد هستن در لیسه باختر مزار شریف. بس. اونا مشوق ما بودن. بسیار خوب. و اونا خودشان شاعر بودن، اشعاری از اونا را علاوه از اینکه در رسانه های گروهی به نشر میرسید، بعضی هنرمندا مثلا از جمله مرحوم بنگچی خلمی که از ترشخان است، از الوسوالی ماست، خدا ببخشه شهید شد، اشعاری از اونا را همیشه زمزمه میکرد در قالب آهنگ و یک دو مصرع از اشعار از اونا که همین بنگچی خلمی مرحوم را همیشه میخواند. او به یادم است که میگفت رنگ زرد پنجصدی و چهره سرخ صدی. بله. رنگ زرد پنجصدی و چهره سرخ صدی، هر دو را یک جا کنین صد کار اجرا میشود. بسیار الله. بسیار. این شعر به شکل یک قصیده بود از پویان صاحب، بازره بنگچی خلمی به قسم آهنگ میخواند. بله. و پویان صاحب همیشه مرا تشویق میکرد و یگانه مشوق ما بود. باز آیست آیستم ما به گفتن شعر شروع کردم. اولین پارچه شعر ما تحت عنوان مادر بود. خاطر دارین؟ به خاطر ما. بله، او به شکل یک قصیده طویل بود، منتها بعضی قسمت های از او که ما را به صفت اولین قطعه پیش خود دارم خدمت شما و دوستان تقدیم میکنم. چرا نیست، با بسیار شوق و علاقه میشنویم. از همکار تکنیکی خود خواهش میکنم که اتو میکنیم آقای فرزام، چون وقت اعلانات تجارتی رسیده که در شعر شما سکتگی وارد نشه، ما و شما میریم به یک وقفه کوتاه، اعلانات تجارتی را میشنویم و بیننده ها میبینن و بعد از اعلانات تجارتی هم شعر مقبول اول شما را انشالله که بسیار خوب بیننده های عزیز ما مشاهده خواهد کردن و خواهد شدن. درست است؟ همکار تکنیکی ما اگر اعلان های تجارتی تیار باشه، شما رو لطفاً روی صفحه بگذارین. دوستای عزیز، بیننده های عزیز، بعد از اعلان تجارتی در خدمت شما هستیم. رستوران اسکیورز با غذاهای لذیذ در خدمت هموطنان عزیز افغان خیش قرار دارد. اسکیورز کیدرینگ دعوت های شما را در سن دیگو و جنوب کالیفرنیا با توجه خاص میپذیرد.
اسکیورز با گنجایش 100 نفر دعوت ها، محافل و سالگرد های شما را قبول می دارد. جهت معلومات بیشتر و دیدن لیست غذای رستوران لطفاً در www.skewers.com راجع و یا با جواب سخا شماره تلفن 858-658-0109 تماس حاصل بدارید. آدرس 9254 اسکوانتن رود سندیگو. اسکیورز رستوران باشکوه افغان کباب با مدیریت هاشم حباسی در قلب اسپرینگفیلد، ویرجینیا با غذاهای متنوع و خوشمزه. افغان کباب رستوران با سرویس حالی هر نوع فرمایشات شما را برای محافل عروسی، شیرینی‌خوری و پارتی های شما با میلیون ها دلار بیمه میپذیرد. آدرس 6357 رولینگ رود. به تلفن 703-913-7008 در تماس شوید. هال فیوچر فلورینگ در شهر تریسی در خدمت افغانان عزیز. هال فیوچر فلورینگ با کارمندان مجرب و با تجربه میمان خانه های شما می باشند. هال فیوچر فلورینگ خانه های شما را دوباره زیبا و با ارزش می سازد. هال فیوچر فلورینگ کارپت های زیبا، تایل، گرانیت، هاردوود و دیگر خدمات زیبایی خانه های شما را گارانتی می نماید. هال فیوچر فلورینگ فری استیمت، فری لون را برای شما از بانک تضمین می کند. جوانان با تجربه افغان خود شما، جواد صالح و کامران حبوی همیشه در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. فقط با یک بار تجربه شما مشتری دائمی هال فیوچر فلورینگ خواهید شد. Perfection, baby. That's what it is. Perfection. The Timbono P show, it's not a joke, baby. We gotta do it right, baby. Man, I need a pick-me-up. Yeah, drink some of my chai. No, I can't be doing that chai thing. I need more than that. Let's get out of here. DJ Creepy, I'm gonna take you somewhere hella crazy. Mwah. Aloha. You're gonna love this, Creepy. I'll take the usual. Okay. Make that too. Okay, got it. Maui Wowie, Hawaiian coffees and smoothies. We got two brand new locations, one in Newark, California, and one in San Jose, California. Kona Coffee. Yeah, I'll have a smoothie. Our two new locations are 39700 Cedar Boulevard in Newark, California, and 5663 Snell Avenue in San Jose, California. There you go, guys. ده ادب بوته ادبی او هنری خپرونه اداره هنر و ادبیات تلویزیون نور تقدیم میکند ویان او جوړون کی عاشق لونگین فنا. دوست عزیز با سلام مجدد، باز هم در خدمت شما هستیم. امو پارچه شعر اولی را که آقای سلام فرزام نوشته کردن اموره انشاءالله این میال خدمت شما تقدیم میکنن و ما از همکار تکنیکی خود خواهش میکنم که اگر با صدای آقای فرزام یک ذره ایکوی بتن و موزیک هم در بکگراند داشته باشن بیاین که شعر مقبول یک جای بشنه. بفرمایید. تشکر از شما محترم فناسه به مو قسمی که تذکر دادیم. اولین پارچه شعری که برای اولین دفعه سرودیم تحت عنوان مادر، بله، در خدمت شما و دوستان به دکلمه میگیریم. بفرمایید. مادر، الا ای مادر غم دیده من، امید این دل پژمرده من، به میر و الف دریای تو مادر، با ما چون گوهراسای تو مادر. کنون اندر زبان شیرین شعر، ز اول قصه گویم تا به آخر، که تا صاحب دلان آگاه گردند، براز زندگی پیدا گردند. بزیر سقف این چرخ ستمگر، بزیر سقف این چرخ ستمگر، والدینم به آرزوی فرزند. همی گویند به این دنیای استی، به دوران شباب و دور مستی، به ما فرزند دلبندی عطا کن،
خدایا درد ما را تو دوا کن. دعاشان مستجاب آمد یک بار به پیش خالق یکتا و جبار. به ایشان داد فرزند این امان من، همین اندوکش و افتاده در بند. به طفلی چون گلی بیخار بودم، به زیر سایه دیوار بودم. به خواب ناز اندر بستری خیش، بودم سرشار لطف مادری خیش. به لولوهای شیرین و دلنگیز، همی رفتم به خواب ناز از خیش. زی دستانم گرفت و را رفتن آموخت، طریق شیوه و شیوه آموختن آموخت. معذرت میخوام. با امیدی که در فصل خزانش، بگیرم من ز دست ناتوانش. زبانم شد روان از همتی او، کنم از جان و از دل خدمتی او. با من آموخت در دنیای استی، با من آموخت در دنیای استی، دروسی همت و میهن پرستی. همی گفتا پسر ای نور دیده، کنون فصل خزان من رسیده. بگیرم دست تو با دست لرزان، که تا گیری تو دست مستمندان. به میر و الف دریاب است مادر، به انسان گوهر ناب است مادر. ز فرزامت مجو دیگر توانش، ز فرزامت مجو دیگر توانش، که از اجری او جانش بر لبانش. تشکر. مقبول، بسیار مقبول. دوستای عزیز، امیدوار هستم که این خوش شما هم آمده باشه. آقای فرزام، گرچه پیشتر شما یادآوری کردین، چند ساله بوده باشین تقریبا در می وقتی که این شعر را گفتین؟ در شاید در حدود 25 ساله. اولین شعرتان در سن 25 سالگی گفتین؟ بله. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار مقبول. در دوران مکتب؟ بله، بسیار خوب. دوستا اینجا تلفن کردن، من میتونم که به اجازه شما یک دو تلفن هم جواب بدیم. به ترتیب همطور اشعار مقبول شما رو هم بشنویم. سوال های ما هم وجود داره. در ادب قطعه مهربانی اوکی؟ بله بفرمایید. بله، خب به هر صورت در ادب قطعه مهربانی اوکی؟ بله. سلام های گرم و پرحرارت خدا، سلام های پر از عشق و محبت خدا خدمت شما دوست عزیز محترم عاشق لونگین فنا و شاعر محترم مهمان برنامه خوب شما جناب فرزان صاحب تقدیم میکنم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. ما هم سلام های گرم خدا تقدیم میکنم. لالندری هستم. آقای لالندری خوش آمدید. یک پارچه شعر بسیار کوتاه که چند متریش می خونم به جناب فرزان صاحب پیشکش کنم. بفرمایید صاحب، بفرمایید. عنوان زیاد همصدا، به خاطری که دوست همصدای ما است، امیر ما برشان یک اهدا می کنم. بسیار زیاد تشکر از شما لالندری صاحب. بفرمایید. تشکر. مهربانی کردین. شکر سرشتر خدا جان تمنا آمده، آرزوی این دل نالان و تنها آمده. چهرهش دیدم شدم شاد و سرودم ساز عشق، نایساز از مقدمش در شور و آوا آمده. بله. آمده آن کس که این دل محرم رازش بود، مظهر ذوق سخن یا محرم ما آمده. بله بله. با زبان عاشقی سر می کند اسرار عشق، با رموز عشق و مستی یار دانا آمده. بله بله سر. نکته پرداز و سخن سنج است و اهل درد و راز، زان که در هر حرف او معنی شیوا آمده. بله سر. خوش به حال من که گردیدم ندیم محضرش، با کلام جانفزا از ملک رویا آمده. با زبان شیر بستایم اگر او را سزد، با زبان شیر بستایم اگر او را سزد، مرحبا بر او که با صد لطف و معنا آمده. بله بله سر. در چشم لطیف از مقدمش گردید شاد، منتظر چشم لطیف از مقدمش گردید شاد، کلبه هم بنمود گلداری و
گویا آمده. جواب شما بود انسان. بسیار زیاد شد. خدمت جناب شما من امیر اهدا کردم و امیدوارستم صحت داشته باشند. دیگه وقت شما رو نمیگیرم که برنامه شما وقتش بسیار کم است. با شما خداحافظی. تشکر بسیار زیاد محترم. لطف شماست بسیار زیاد. یک جهان تشکر آقای لالندری. مهربانی کردید. خداحافظ. خداحافظ. در ادب قطعه مهربانی اوکی؟ بله بفرمایید. سلام کاکا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات و علیکم السلام. تو بچه ازان دی معرفی که در کم زین زنگ وحی؟ زا تو برچینه ازان و که زمانون سید حامد مجید. سید حامد مجید. پول مرگانو تا تطریق و تا مر دورست بپارا او خواب و خواب زمان مر بپارا آقا و افغانستان کلای خمالیو که در گوری در پاری شیر وید وای بچه ایمی قربان دشم وای چی چه ایمی جا شد؟ من قربان شما خوکی موری وا نام خود آسد در و کنه نکتی موری نیزشم خلا غیرتی هیگا که غیرت نزکی پختنی موری را تدیاد کری پختو خبری سمر خبر بلری موری ویم ای خیم بانو ایدستا به هفه زایی چه قدم دی موری هر پانه دی کتاب آنو تاسه پتنو دی تکی موری نما جو رب تستا دی خول آنده دی نوی که رمک لری ترا دی موری که باد پا ایس کلا پریشان نشی چه دوائی ستای اون کسی موری دیر آلا دیر آلا آمد جان مجید ستانا دیر مرانا استاد دی خواگی جبه نه قربان شم طول مرگان رو تو تبریک و امده مور رست تو پر خاص و خاص و باده مور توجه نه دیر امانه نه دیر امانه نه ایل امانه هم چطه همیشه ما در زنگ وحی یا همیشه خپل خواگی شیرونه دست ما تا خواگی خواگی شیرونه پدی اخبرانه که وحی تایشو خدای پامان بشه ایمی خدا پامان در ادب قطعه میربانی اوکی؟ بله سلام علیکم محترم آقای عاشق لنگین فنا و علیکم السلام صابر هیرویستم از کانادا شما رو زحمت میتم ادیبه جان خوش آمدین به پروگرام ما ما از کتاب های بسیار مقبوله که امروز در روی صفحه تلویزیون ماندیم از حوزنامه هرات و از باغنامه هرات که بر ما فرستاده بودین یک جان تشکر میکنم امیدوار هستم که همیشه همونطور خدمات فرهنگی شما خدمات ادبی شما ادامه داشته باشه کتاب های شاعر توانا، نویسنده توانا و یک شخصیت بزرگ ملی افغانستان مرحوم محمد محسن صابر هیروی شما چاپ کردین ما شما یک جان تشکر میکنم که بازور با پروگرام ما روان کردین و خدمت پروگرام ما با بیننده های عزیز تقدیم کردین ما شما یک جان تشکر میکنم بفرمایید لطف شماست محترم آقای اشرف لنگین فنا شما بسیار لطف کردین تشکر از شما باز هم که گذاشتین به دسترس و به دیدگاه بیننده ها کتاب ها را همچنان به محترم آقای فرزان سلام و احترامات خود تقدیم می کنم امیدوار هستم که خوش و کامگار باشن و به همی آرزومندی از طریق برنامه شما روز پر افتخار مادره و تمام مادرهای در کشیده و دیده افغان در هر گوشی که هستن و بخصوص با مادر جان محترم شما خاله جان عزیزم زن قهرمان افغانستان و با مادر خودم که در امریکا هستن تبریک و تهنیت عرض میکنم بسیار تشکر از تلفن دانی یک جهان تشکر صاحب از شما ما هم اگر اجازه شما و محترم آقای فرزان باشه شعر از پدر بزرگوارم صابر هیروی که به مادر سرودن میخوایم به خانش بگیرم مهربانی بکنیم مهربانی بفرمایید با محبت مشنایم سن مهربانی تشکر از شما بفرمایید مادر مرا ببخش هنگام کودکی رنج و تعب به خاطر من خیلی دیده ای شبهای بس دراز نخفتی به خاطرم زهر یتیم پروری من چشیده ای ای مامن مراد
مادر مرا ببخش که بخشی سلامتم دادی، سلامت تن و روحت همه بباد، بهر رفا و پرورش جسم و جان من بردی تمام لذت هستی خود زیاد، ای روح پرشکو. مادر مرا ببخش که شبها به گوش من گفتی فسانه های دلنگیز زندگی، پروردیم به شیره جان عزیز خود، دادی فراز عطر دلاویز زندگی با صد نیاز و ناز. مادر مرا ببخش که چون راه رو شدم دست مرا گرفته و بردی به مدرسه، کردی مراقبت که نباشم به کوچه ها نادان و بی سواد و به گرداب وسوسه، بی علم و بی کمال. مادر مرا ببخش که وقتی جوان شدم دیرم ندیدی و رفتی به کام مرد، داغوش گرم و پر ز صفایت جدا شدم، گشتی جدا ز طفل یتیمت به نام مرد، روح تو شاد باد. مادر مرا ببخش رفت از یاد من، اینجه مرا زیاد کشیدی به بیوگی، هموارم به دست مشوق تو بوده ای، تا دادیم نجات به جلفای هرزگی، جانم فدای تو. مادر مرا ببخش که هرگه به یاد تو می افتم و ز خصلت تو یاد می کنم، از خجلت وفای تو شرمنده می شوم، نام نیک تو دل خود شاد می کنم، جاوید نام تو. مادر تو شاد باش که امروز هر کجا تجلیل شان و مرتبه از مند توست، اولاد صالح تو به تو فخر می کنند، یعنی که روز جشن مقام بلند توست در این دیو دیار. مادر مرا ببخش که چون مادر وطن حق تو را ادا نتوان در زبان شعر، فهمم ز مدح مقام تو عاجز است، گنگ است بهر وصف مقامت زبان شعر، ای روح تابناک خوش آرمیده باش. بله تشکر از شما محترم، معذرت میخوام که یک اندازه طولانی بود. خواهش میکنم، بسیار زیاد تشکر از شما زن. خداحافظ. خود دوستای عزیز، ما هم گرچه پروگرام مخصوص روز مادر ما به هفته دیگه است، انشاءالله هفته آینده پروگرام در ادب غوطه مکمل به مناسبت تجلیل روز مادر انشاءالله پروگرام فوق‌العاده‌ای می داشته باشیم. باز هم چون دوستا همگی از روز مادر یاد کردن و تاریخ 11 روز مادر است، ما هم روز مادر به تمام مادرای افغان و خصوص به مادر خودم مبارک باد میگم. و وقت اعلانای تجارتی رسیده، بعد از اعلانای تجارتی خدمت شما هستیم. مشهار مقبول آقای فرزامه مشنایم، همکار تکنیکی اگر اعلانای تجارتی آماده باشد لطفا روی صفحه بگذارین. آیا می خواهید در زندگیتان یک تغییر فاحش بیاورید؟ تورس ادوانس انترپرایز سولوشنز، افرادی که می خواهند در بازسازی افغانستان نقش عمده‌ای داشته باشند و به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی آشنایی کامل دارند، استخدام می کنند. با ما از طریق تلفن رایگان و یا به مراجعه به سایت tourisco.com به تماس شوید. بازسازی افغانستان با تورس.
بیکری. باختر بیکری یک نام شناخته شده افغانی. از باختر بیکری انواع و اقسام نانهای خاصه، سبوسدار، روغنی و رودهای خوشمزه افغانی را امروزه از تمام مغازه افغانی به دست آورده می توانید. باختر بیکری برای هر نوع فرمایشات شما در سرتاسر امریکا بدون پرداخت کرایه آماده خدمت است. جهت فرمایشات به شماره رایگان 1-866-216-8777 و در ویرجینیا به شماره 703-263-9797 تماس گیرید. آدرس 4215 والی رود، شنتلی، ویرجینیا. لیدل کابل، مغازه خوراک فروشی لیدل کابل در شهر فریمان در خدمت هموطنان عزیز. لیدل کابل با داشتن بخش های مختلف از قبیل نانوایی، قصابی، سامانالات و ظروف آشپزخانه از شما هموطنان عزیز پذیرایی می کند. همچنان لیدل کابل با عرضه خوشمزه ترین کباب های افغانی با قیمت فی خوراک 6.99 دلار، گوشت اخته شده برای کباب، بولانی گندنه، بولانی کچالو و نان تازه افغانی با قیمت 1.75 دلار در خدمت شما عزیزان است. آدرس 4673 تورنتون سویت کی، تلفن نمبر 510-818-9201. Do you want to be part of a life-changing experience? Join Torres. Torres Advanced Enterprise Solutions is recruiting skilled Pashto and Dari-speaking Afghan Americans to play an important role in the rebuilding of Afghanistan. Afghanistan's future begins with you. Call 888-608-9888 or visit torresco.com. Join Torres to help rebuild Afghanistan. The Adab Hotel. ادبی او هنری خپرونه اداره هنر و ادبیات تلویزیون نور تقدیم میکند ویان او جوړونکی عاشق لونگین فنا. دوستای عزیز با سلام مجدد، باز هم در خدمت شما هستیم. آقای عبدالسلام فرزام داریم، شاعر بسیار چیره دست افغانستان، و همچنان فراموش نکنید نفته آینده دوستای عزیز تمام برنامه اختصاص داده شده به شما عزیزای که راجع به مادر، راجع به موقف و مقام والای مادر شعر داشته باشین، چاربیتی هایی داشته باشین، پیام های ادبی داشته باشین. برنامه آینده ما را فراموش نکنین. هفته آینده تمام برنامه را به موقف و مقام والای مادر اختصاص دادیم. آقای فرزام، از شما کدام اثر تا بالا چاپ شده؟ یعنی بسیار سوال بجاست محترم فنا صاحب. ما تا حال اثر چاپ شده به دسترس ندارم، اما دوستا وعده کردن و من آمادگی آم و تام دارم که بخیر به زودترین فرصت انشالله اولین اثر ما به نشر میرسه و دوستا زیاد در قسمت گفتن هم کاری میکنن. بسیار خوب. و فعلا ما مجموعه اشعار ما که در حدود 150 قطعه میشه او را ما در اختیار دارم، و همچنان نمونه های کلام ما در بعضی جراید و روزنامه در مجموع در رسانه های گروهی به چاپ رسیده. بسیار خوب. که از جمله ما میتونم از مجله مقبول زیبا یاد کنم. بله. که وقتاً فوقتاً اشعار ما را به چاپ میرسونن، دوستا هم کاری میکنن، و همچنان مانامه طلو. بله. و همچنان پژواک مانامه ایرانیان. بله. که همیشه دوستان ایرانی زحمت میکشن و لطف میکنن اشعار ما را به چاپ میرسونن. فقط از طریق نمیر رسانه ها به نشر میرسه و رسیده، و همچنان از طریق تلویزیون ها، پروگرام شما و بعضی پروگرام های دیگه ما همیشه اشعار خود دکلمه میکنم و دیوان ما عنقریب انشاءالله یعنی آماده چاپ است. بخیر. بسیار خوب. ما امیدوار هستیم که
ما و متنای عزیز ما شاهد از روزی باشیم که دیوان مقبول شما را مجموعه اشعار مقبول شما را به دسترس ما قرار بدین دیگه روز افتخار کجا خود بود بیایم که شعر مقبول دیگه شما را بشنویم چی میگیم تشکر بسیار زیاد دوستان منتظر هستم تشکر ما یک تا شعر خدا که تحت عنوان همت والا است خدمت شما و دوستان بعد کلمه میگیرم خدا کنه موضوع پسند واقعی بگردن از علی جان همکار تکنیکی خود خواهش میکنم که اگر در قسمت موزیک توجه خدا بکنن یک موزیک بسیار مقبول ستاره که داریم او را هم در بگراند بگذارن شعر مقبول شما را میشنید تشکر همت والا چرخ بیمیر و ستمگر دشمن دیرین ماست چرخ بیمیر و ستمگر دشمن دیرین ماست همچو صیاد در پی صید دل غمگین ماست میزنیم خود را ز غم بر هر دری دیوانوار سنگ طفلان را نشانه دامن تمکین ماست سر نمی آریم فرود در پیش پای سفلگان سر نمی آریم فرود در پیش پای سفلگان زان سبب درد و غم و هجران دامنگیری ماست بسیار خوب سید سر نمی آریم فرود در پیش پای سفلگان سر نمی آریم فرود در پیش پای سفلگان زان سبب درد و غم و هجران دامنگیری ماست از صدای استوار و از صدای استوار ما و فریاد رسا لرزه بر اندام خصم و دشمن دیرین ماست در نبرد حق و باطل سر به کف استاده ایم در نبرد حق و باطل سر به کف استاده ایم تاریخ ما شاهد اماسه دیرین ماست زندگی چون واجه پوچ است اندر بندگی زیستن با سرفرازی دین و امایین ماست نوحه پرواز ما در آسمان شاهینوار نوحه پرواز ما در آسمان شاهینوار میوه نخل رسا در چنگ پولادین ماست می رویم در قهر دریا امره امواجها گوهر مقصود جویم مطلب دیرین ماست گاه گاه اندیشه عذر آرد در دنیای شیر گاه گاه اندیشه عذر آرد در دنیای شعر زان که صد معنی در یک مصرع رنگین ماست ما و تو فرزام می دانیم پای این همتان ما و تو فرزام می دانیم پای این همتان سازش چندی از افکار بالابین ماست تشکر امیدوار است تم که دوستای نازنین از این شعر مقبول هم حس برده باشند دوستای عزیز آقای عبدالسلام فرزام شاعر بسیار توانای همی جامعه افغانستان خود داریم امیدوار هستم که برنامه تا این لحظه خوش شما آمده باشه آقای فرزام شما به کدام لسانهای افغانستان شعر میگین؟ محترم فناس سوال بسیار جامع و خوب کردین و ما در به لسان فارسی و دری شعر میگم و سبک به اصطلاح کلاسیک و سابق پیروی میکنم و کم و بیش اشعار نو هم داشتیم منتها اشعار ما به قسم غزل ربایی و قصیده می باشه ولی و اوقدر زیاد پابند یا در بند قافیه و وزن هم نیستم به این معنی که به گفته شادروان دهقان صاحب که اونا می گفتن که ما خود باید مقید به قافیه و وزن هم بسیار نسازیم بله. یعنی به نظر ما همو شعری که مثلا مقبول باشه و یک پیام بده بله. به طرف مقابل بله. و او زیبا باشه
با مفهوم باشه، چی در قافیه باشه و چی بیرون یا با وزن یا بی وزن، او خودش شعر است و او یک الهام است و او به طرف مقابل خوشایند است. یعنی شما بسیار زیاد پیروی از این هستین که یعنی شعر باید پیام داشته باشه، بله، مسیج داشته باشه به جامعه، بله، شاعر باید رسالتمند باشه، بله، ای که مثلا اگر یک شعر بسیار زیاد مقبوله که یعنی به اصطلاح قافیه و وزن و همه چیزای از این بسیار مقبول خوب باشه، اگر در او پیام نباشه باز هم شاید که بله، دوستان و عزیزا او را خوش نکنن، تا بله، یک انسان بتانه که از شرایطی که در او زندگی میکنه مسیج ها و پیام های بسیار زیاد جامع و مفید در اشعار خود بگنجانه، بله، شما نمیگین بهتر است نظر، بله، بله، نظر شما بسیار خوب، نظر شما بسیار عالی. اگر حالا شما سوال بکنم که یعنی به نظر شما شعر چی است، یک تعریفی اگر از شعر داشته باشین و نقش شاعر و شعر در جامعه اگر تو خلاص بر ما، چون وقت ما و شما بسیار کم است، بررسی کنیم. محترم عاشق فنا، بسیار سوال جامعه کردین. خود تعریف شعر بسیار چی بگویم، اگر بگویم مشکل است، مشکل هم است و ما نمیتونیم مطلق یک تعریفی را برای شعر بیاریم، اما در مجموع به نظر ما همون نثر کوتاهی که زیبا باشه، زیبا باشه و در قدم اول داخل وزن و قافیه باشه، داخل یک آهنگ باشه و در قدم دوم بتانه که به طرف مقابل به شکل بسیار کوتاه پیام بسیار خوب از زود برسانه، اونمو شعر است به نظر شما. بسیار، بله، و وظیفه شاعر، وظیفه نویسنده در مجموع کسایی که در رسانه‌های گروهی انجام وظیفه میکنن همین است که اونا مثلا شاعر با شعر خود، نویسنده با مثلا آثار خود همیشه پیام آور باشن. بسیار، همیشه واقعیت‌های عینی جامعه خود در محیطی که زندگی میکنه به شکل شعر یا به شکل سروده یا به شکل مضمون به طرف مقابل برسانه، بفهمانه، بله، و این وظیفه اصلی و اولی شاعر یا نویسنده است. و یک شاعر میتونه یک تاریخدان باشه، یک شاعر میتونه یک خودان باشه، یک شاعر میتونه یک ادیب باشه، در مجموع به این شکل میتونه به جامعه موثر و رسالت خود برای موثر و مفید باشه. اشعارا به کی علاقه داری؟ من از شعرا دیوان حضرت بیدل مطالعه میکنم، با حافظ شیرازی بسیار علاقه و اخلاصمند هستم و روایات عمر خیام همیشه مطالعه میکنم، بله، و با سبک داستان سرای شیراز حافظ شیرازی، بله، همیشه به استقبال اشعار از اونها ما میرم و شعر میگم، بله، بسیار، بله، و از شعرهای معاصر به محترم شادروان دهقان و همچنان از محترم قهار آسی که شاعر بسیار بسیار موفق بودن، روحشان شاد، من زیاد از شعرشان دوست دارم مطالعه میکنم. بسیار خوش، شما هم تک میبینید لاینای ما کلش پر است، ولی دوستای عزیز ما 5 دقیقه دیگه داریم، نمیتونم به تلفن های شما جواب بگویم. اگر شما عزیزا پروگرام ده ادب قطعه سپورت بکنین و کمک های مادی بکنین، ما میتونیم بازی 1 ساعت 2 ساعت داشته باشیم خدمت شما، به همه دوستا وقت میرسه. آقای فرزام، اگر من خودخواهی نکنم و یک سوال از پیش شما درباره پروگرام ده ادب قطعه و تلویزیون نور به صورت مجموع بکنم، چی جواب برای بیننده های عزیز خود بفرمایید؟ خواهش میکنم، سوال بسیار مقبول، سوال بسیار بجاست. تلویزیون نور به نظر من در پالوی دیگر رسانه های گروهی، دیگر تلویزیون ها که از عمرشان بسیار وقت نمیگذره بسیار زیاد موفق است، بله، و من اینه همه جانبه میگم بدون کدام چی و نام خدا و نام خدا برادرای ما که در اینجا مثلا وظیفه اجرا میکنن بسیار زیاد موفق هستن و در وطن انعکاس بسیار خوبی کرده. دوستای ما دارم که همیشه شی تلویزیون نور میبینه، مشاهده میکنه، بله، و همچنان نوآوری که دوستا خصوصا شما شخص شما در مثلا پروگرام ها میکنین، این بیخی از دیگه مثلا تلویزیون ها فرق داره، خصوصا همی ابتکاری که در همی اواخر شما کردین به حساب دادن بعضی مثلا امتیازات معنوی به مثلا شخصیت های هنری، بیخی یک ابتکار بزرگ است. و در پالوی از این پروگرام های متنوع خوبی داره تلویزیون نور و همچنان امو توازن ملیت ها را به حساب لسان مد نظر گرفته، خصوصا امو چیدم شعری ما که پروگرام ازبکی را پیش میبره، بله، بسیار، بله، جالب است، بله، و بسیار زیاد کلکی خوش است و این خلاهایی که مثلا در بخش رسانه های گروهی وجود داشت به نظر من تلویزیون نوری را پر ساخته. بسیار الله، بسیار تشکر، چون بسیار وقت ما کم است، 5 دقیقه مانده، ما میخوایم یک شعر بسیار مقبول دیگه شما را هم بشنویم، مگر پیش از اینکه دوستای عزیز این شعر مقبول آقای فرزام بشنویم، ما بسیار همونطور که لیاقت از اینا را ندارن، ما بر از اینا یک توفیه بسیار زیاد ناچیز دارم،
از طرف تلویزیون نور و از طرف برنامه خودم، برنامه ادب غوطه، خدمت از اینا ما از این تحسین نامه هایی را که تهیه کردیم خدمت از اینا ما تقدیم میکنم. امیدوار هستم که شما این را بفرمایین، بزرگواریتان این را قبول کنین و امیدوار هستم که در آینده هم با ما همکار باشین و همیشه بیاین اشعار مقبولتان از طریق از این پروگرام به دوستای عزیز و نازنین ما تقدیم میکنین. دوستای عزیز، همیشه ما گفتیم که این مدال هایی را که در این پروگرام شما میبینین که به دوستای ایتا همیشه ارزش های مادی در قبال از این وجود نداره، ارزش های بسیار زیاد والای معنوی در این وجود داره که ما میخواهیم بر جامعه افغانستان، بر افغانهای خود بفهمانیم که افغان باید قدرش شناخته شود. ما کسایی که در تلویزیون ها هستیم و اخبار و مجلات یا داریم و در یک چوکی های قرار داریم یا وزارت های داریم یا وزیر و رئیس جمهور و موقف و منصب های داریم، باید قدر هر افغان خود بدانیم، به خصوص او افغانی که قلم به دست میگیره و برای خدمت امی جامعه آماده است و خدمت میکنه بر امی افغان های ما. شما اینا کسایی هستند که واقعا قابل افتخار هستند. امروز همگی از کسایی تقدیر میکنه به سوی دنیا که تفنگ به دستشان است و افغان بکشه، ولی بیاین که ما شما کسایی باشیم که از افغان خود تقدیر بکنیم که او قلم به دست میگیره و برای شما خدمت میکنه. ما امی مدال طلایی هنری و ادبی پروگرام ادب غوطه و تلویزیون نور خدمت آقای فرزام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که اینا قبول بکنن. آقای فرزام، اگر شما می عنایتتون لطف بکنین که ما اینو بر شما مبارک باد میگیم، بازم میگیم که هیچ نوع ارزش تشکر محترم فرزام نداره و صرف ارزش بفرمایید سر تشکر بسیار زیاد تشکر با شنیدن یک پارچه شعر بسیار مقبول دیگه آقای فرزام من ناگزیر هستم که شما خداحافظی کنم. پروگرام ما پایان میرسه، لطف بکنین این شعر شما بسیار زیاد تشکر فرانسه محترم از این تقدیر معنوی و ما زیاد افتخار میکنم. بسیار زیاد تشکر، خواهش میکنم، بفرمایید. و من یک شعر دیگه خود خدمت شما و بینندگان عزیز تقدیم میکنم. بله، بسیار خوب، به شکل یک قصیده بسیار کوتاه است درباره شهر فریموند. بفرمایید. و در جایی که فعلا زندگی میکنیم و واقعیت های عینی جامعه کوچک افغانی را در اینجا ما کوشش کردیم بگنجانم. بفرمایید سب که وقت ما بخیر. تشکر، کم مونده که لطف شماست. تشکر. بله، درباره شهر فریموند. بدیدم در فریموند بار دیگر جوان شیک پوش و شور در سر، فرو رفته به فکر راز خلقت، می اندیشد به افسون طبیعت، خوش و سرمست از هوای معطر، زبان بکشوده در اوصاف این شهر، چشیده از می ناب فریموند، چونین سر داده در باب فریموند. عجب آب و هوا دارد فریموند، عجایب تپه ها دارد فریموند، گل و باغ و بهارانش چونین است، تو پنداری بهشت انبرین است، بود سرسبز در فصل بهاران، نه چندان سرد باشد در زمستان، پس از چندی در عین زمان، به گوش آمد صدای نکتدانی، خردمند از آن سوی کرانه، چونین گفتا به اشعار و ترانه، شنیدم ای جوان من ناله ای تو، گرفتم زان سبب دنباله ای تو، شنو از من چند نکته بیانی، سخنهای لطیف و جاودانی، فریموند و هوا و آب و دانش، فریموند و هوا و آب و دانش، خدا نصیب کند بر صاحبانش، در اینجا من و تو بیگانه هستیم، در اینجا من و تو بیگانه هستیم، وطن گم کرده و بیلانه هستیم، من و تو و فریموند گلستان، زمین تا آسمان فرقش نمایان،
تو اهل مشرقی، تو اهل مشرقی، غافل چرایی؟ با فرسنگ ها دور از خود چرایی؟ چرا می نازی در استی مردم؟ چرا مستی تو در مستی مردم؟ ندارد کیفیت آواز مردم، ندارد کیفیت آواز مردم. چرا چرخی زنی در ساز مردم؟ مبر از یاد خود افغانستان را، مبر از یاد خود افغانستان را، سمنگان و بلخ باستان را، ایرات و غزنه و کابل و پروان، شکوه و عظمت بامیان را، جلال آباد و کندهار و زابل، جلال آباد و کندهار و زابل، شمالی خار چشم دشمنان را، به دست آور دل امیهنان را، دل اردم شهید و ناتوان را، دل افسرده و آزرده از جنگ، یتیم و بیوه و بی خانمان را. به بار آور تو اولاد مسلمان، به بار آور تو اولاد مسلمان، خداجو و به ایمان و قدردان. برایش بازگو از راز استی، مشوق باش در یک تا پرستی، ز فرهنگ غیر او را جدا کن، خوبش گیر و خرابش را رها کن، ز شاهنامه به او درسی بیاموز، چراغ علم و معرفت بیافروز، بگو با او که ما داریم نشانی، ز رستم در نبرد و قهرمانی، ز سینا و جمال الدین افغان، که می نازد به نامش مغربیان. مثال آور، مثال آور او را با خبر کن، ز بیگانه پرستی در حذر کن، ز فرزامت مجو دیگر توانش، که می سوزد تمام استخوانش. بله، از همکار تکنیکی خود یک جان تشکر میکنم که بر ما وقت داد. آقای فرزام پروگرام ما خاتمه پیدا کرد، شما یک جان تشکر میکنم بازم که اینجا دعوت ما را قبول کردین. تا برنامه آینده تشکر، شما را به خداوند. از شما بسیار زیاد تشکر. ادب بوتی، ادبی او هنری خبرونه، اداره هنر و ادبیات تلویزیون نور تقدیم میکند. ویان او جوړونکی عاشق لونگین فنا.